در مورد صداقت و در مورد شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم اظهار نظر کرده. و به عنوان یک الگو به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار و به عنوان یک کسی که مکتبش روز به روز درخششش بیشتر می شود و شاگردان و پیروان این مکتب هر روز افزون می شود اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم این است که او صاحب جامع ترین کتاب و جامع ترین مکتب و روش و همراه با تداوم هست این نکته خیلی مهمه شاید سقیل باشه یا در مجموع می بگیم که شفاعت چی مقام بالاتر از این باشه اولین کسی که در بازی بهشت باز می کند. اولین کسی که به خاطری نجات بشریت یا محاسبه و حساب و کتاب بشریت نزد رب العالمین شفاعت می برادران و خواهران عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات امیدوارم در هر جایی که هستید خوب و سعدمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید امروز میخوام اعتقاد و باور مسلمانها را نسبت به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و بیان اگر کسی از شما سوال بکند باورتان به با اعتقادتان با محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ چه چی پاسخی دارید در برابر ما؟ به چند نکته بسیار کوتاه خلاصه کردم این مسئله را اول اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم این است که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین فرستاده الله سبحانه و تعالی در زمین است یعنی آخرین پیامبری از سلسله پیامبران الهی که از جانب الله سبحانه و تعالی به رسالت مبعوث شده در زمین فرستاده شده او محمد صلی الله علیه و سلم است او ختم کننده انبیا هست یعنی هیچ پیامبری بعد از او دیگه به رسالت مبعوث نمی شود. و اگر هر فردی بیاید و در دنیا ادعا بکند بعد از رسول صلی الله علیه وسلم که من پیامبر هستم یقینا بدون شک دروغ میگوید و ادعایش ادعای درست نیست و در کنار این که آخرین پیامبر هست و خاتم النبیین هست رحمت للعالمین است یعنی رحمتی است برای کل انسانیت و برای کل مخلوقات الله سبحانه و تعالی در زمین و مبشر و منظر هست یعنی هم بشارت دهنده است و هم انزار دهنده است یعنی خوبی هایی که انسان ها انجام میدن اونها را بشارت میداد و بدی هایی که مرتکب میشدن اونها را بیم میداد یا انذار میداد این یک نکته نکته دوم اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم این است پیامبر صلی الله علیه و کامل ترین انسان، جامع ترین انسان، عاقل ترین انسان، زیبا ترینی انسان، خوش اخلاق ترین انسان، ادیب ترین انسان در کل کره زمین است. و نه تنها این شهادت ما من حیث مسلمان به خاطر اینکه به او اعتقاد و باور داریم و ایمان داریم که پیامبر خداست بلکه حتی در جامعه و محیطی که زندگی میکرد قبل از رسالت هم بر شهادت میدادن که محمد بهترین است امین است، طاهر است، صادق است و این روزم حتی بعضی از دانشمندان غیر مسلمان در مورد صداقت و در مورد شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم اظهار نظر کردن و به عنوان یک الگو و عنوان یک شخصیت تأثیر گذار به عنوان یک کسی که مکتبش روز به روز درخششش بیشتر می شود و شاگردان و پیروان این مکتب هر روز افزون می شود با وجود این که در این مدت 1400 سال تا این روز چقدر پول ها هزینه شده چقدر تبلیغات صورت گرفته چقدر موقفگیری ها صورت گرفته چقدر تلاش کردن تا خدشی بر چهره مبارک رسول صلی الله علیه و سلم وارد بسازن اما نتوانستن الحمدلله سوم اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم این است که معلم انسانیت است تا قام قیامت به همون لحاظ خودش هم فرموده من مبعوث شدم برای شما من حیث معلم و آمدم تا مکارم اخلاق را به پای اکمال برسانم یعنی همه خوبی ها و همه زیبایی ها و همه اخلاقیات خوب را برای شما تعلیم بده کار معلم تعلیم است کار معلم تربیت است کار معلم بیان کردن آداب و اخلاق است بناء اعتقاد و باور ما این است که رسول ما صلی الله علیه وسلم جامع ترین و کامل ترین معلم انسانیت است و این معلم تا قام قیامت این سمتش باقی است و جایگاهش باقی است حتی خودش از دنیا رفته اما کتابی که برای انسانیت گذاشته درس ها و پند ها و اندرز هایی که برای انسانیت گذاشته باقی هست برای همیشه و چهارم اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم این است که او صاحب جامع ترین کتاب و جامع ترین مکتب و روش و همراه با تداوم هست این نکته خیلی مهمه شاید سقیل باشه یعنی اعتقاد و باور ما من حیث مسلمان این است که هیچ مکتبی جامع تر از مکتب محمدی نیست و هیچ روشی زیباتر و بهتر از روش محمدی نیست و هیچ مکتب و روشی راهی طریقی تداوم تر از طریقه محمد صلی الله علیه وسلم نیست و شما پیدا نمیکنید در کل دنیا هیچ فردی پیدا کرده نمیتوانید توانید جز انبیاء علیه السلام و سلام که مکتبش آنقدر تداوم داشته باشد و روز به روز در شاگردان مکتبش افزون بشود و مسیرش بعد از فوت خودش یک سال بگذره ولیکن هنوز تعداد کثیر میلیونی و حتی چیز کم دو میلیارد انسان حاضر باشه مالشه، جانشه، وقتشه، تمام دار و ندارشه به خاطر تداوم این مکتب قربان بکنه و کل زندگیشه بگذاره به خاطری روش و ترقی این مکتب و این راه و روش بس این باور ماست که قوی ترین مکتب و قوی ترین روش و پرتداوم ترین راه و روش راه و روشه رو روش رسول صلی الله علیه و سلم است و پنجمین نکته اعتقاد و باور ما نسبت به محمد صلی الله علیه وسلم این است که همان طوری که در دنیا عزیز است مقامش عالی هست جایگاهش بسیار بالا هست و هیچ کسی نمیتواند به این جایگاه و مقام برسد و در روز قیامت هم از صلاحیت بسیار عالی به ازن الله تبارک و تعالی برخوردار است تحت عنوان شفاعت کبرا یا در مجموع می توانیم بگیم که شفاعت چی مقام بالاتر از این باشه اولین کسی که در بازی بهشت باز می کند اولین کسی که به خاطری نجات بشریت یا محاسبه و حساب و کتاب بشریت نزد رب العالمین شفاعت می کند و در مجموع کسی را که الله تبارک به تعالی خودش میگه ولا سوف يعطيك ربك فترضى زود است که رب چنان برید از نعمت ها عنایت کند مقام عالی برید عنایت کند جایگاه و عظمتی برای بقیه بندگانش بیان کند تا اینکه تو راضی شوی این خود بیانگر حقانیت و جایگاه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است بنا عزیزان من ما من حیث مسلمان اعتقاد و ما نسبت به محمد صلی الله علیه وسلم این است که محمد هم بشر بوده از جنس خود بشریت بوده برای نجات بشریت آمده انسانی بوده مثل بقیه انسانها غذا میخورده کالا میپوشیده در بازار راه میرفته خرید و فروش میکرده یعنی از کدام کره دیگری نیامده بوده و ها لحاظ قرآن میگه بگوی پیامبر برای اینها انما انا بشر مثل منم مثل شما بشر هستم ولیکن فرق این است که او پیامبر است از اس جانب الله و برای او وحی می آید بنان عزیزان من این بود اعتقاد و باور ما من حیث مسلمان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم موفق باید باشید